په پلازمینه کابل کې د روسي سفارت مخې ته خونړی برید چې د روسي وګړو په ګډون پکې ګنج میر افغانانو ته مرګ ژوبل او وخته د کورنیو غبرګونونو تر څنګ نړیوال غبرګونونه هم راپارولې دي. کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما امریکا، سعودي عربستان، قطر، چین، ترکیه او ګنج میر نور هیوادونو د دغه برید غندنه کړې او د ورته بریدونو د مخنیوي او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. سلامونه، وخت مو په خیر. د مهرق په نننۍ خپرونه کې د روسیې سفارت مخې ته د برید په تړاو نړیوال غبرګونونه ارزوو. د افغانستان د منځني کرښې د ستر ملي خوځښت ګوند مشر ښاغلی یحیی چاوش د سکایپ پر کرښه زما د نننۍ بحث میلمه دی. چاوش صاحب، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. بحث به زه له دې ځایه راپیل کړم چې د پروني برید په تړاو ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و سلام به همه بینندای تلویزیون شمشاد. سلامتی نصیبتان. خوب، همونطور که شما و همه هموطن عزیز ما به جریان هستند، در این اواخر دشمنان مردم افغانستان در مرکز و بعضی ولایات افغانستان دست به حملات وحشیانه و حملات تروریستی زدند، با وجودی که هیچ موجبی وجود نداره فعلا برای همچو عملاتی. فعلا قوای خارجی در افغانستان نیست، امریکایی ها در افغانستان نیست، اشغالگرا در افغانستان نیست. امروز تمامیت ارضی افغانستان مورد حمله قرار نداره. تا جایی که ما میبینیم امنیت در بسیار ولایات افغانستان تامین است. اینا همه مسائلی است که مردم افغانستان لمس میکنند. با کمال تاسف دشمنای مردم افغانستان هنوز هم مردم افغانستان آرام نمیگذارند و دیروز یک حمله تروریستی ناجوانمردانه و جان مردم شریف ما و همچنین دیپلمات‌ها که مهمان‌های افغانستان گفته میشه به جان ازیا صورت گرفت. ما دیروز ساعت 9:45 دقیقه، یعنی 2 دقیقه بعد از انفجار که در صورت گرفت، از طریق کابل اطلاع حاصل کردم و در این حمله تروریستی یک دوست عزیز ما که در سفارت روسیه افغان ما و شما بود کار میکرد، دکتر سید شاه محمود، یک انسان متواضع و شریف شهید شد. همچنین یکی از مامورین امنیتی سفارت روسیه که تبعی روسیه بود جان خود از دست داد و تعداد زیادی از هموطنهای شریف ما محصلینی که به خاطر تحصیل و کسب دانش به روسیه سفر میکردن اینها زخمی و شهید شدند. یعنی به ادامه اینمی عملات تروریستی، به ادامه خسار دیدن و تلفات دیدن و مردم شریف، مردم افغانستان، مردم وطن ما، دیروز هم ای هم از نوع جمله حملات ناجوان مردانه بود که دیروز صورت گرفت. همونطور که شما هم خبر دارین، وزارت خارجه روسیه به خصوص سرگی لاروف اعلان کرد که دولت افغانستان مقامات امنیتی از روی این قضیه جدی تعقیب میکنند و ما تصور میکنم که امکان دارد تحقیقات از این قضیه بسیار جدی باشه و به شکل دو جانبه مشترک صورت بگیره تا عاملین اصلی همچو جنایات کشف شه. با پوزش در جریان بحث حتما میریم که چگونه تحقیقات باید صورت بگیره. امارت اسلامی عملا یادآور شده که تحقیقات در رابطه آغاز میکنه. سوال مهمی که مطرح میشه ای است که چرا حمله بر سفارت روسیه؟ خب بله، میبینیم که در ماه آگوست امسال، یعنی ماهی که گذشت، از 3 مقام یا بیشتر از 3 مقام ها و آدرس امارات اسلامی به مسکو سفر کردند. وزیر تجارت و اقتصاد افغانستان، نماینده های وزارت مالی افغانستان و همچنین نماینده های وزارت گروپ های جداگانه، نماینده های هیئت های وزارت دفاع افغانستان، هیئت های وزارت داخلی افغانستان به شکل جداگانه سفرهای به مسکو داشتند و اینها دیده میشه که در عرصه های اقتصادی، در عرصه های رشد و انکشاف، در عرصه های توسعه تجارت، کلتور و همچنین در عرصه های نظامی دلچسپی های داره امارات اسلامی و علاقمندی های داره به طرف روسیه که ایالات متحده آمریکا این کار نمیخواد.
ایالات متحده آمریکا بخصوص چرا در همین مقطع کار صورت گرفت؟ گرچه تا جایی که ما به جریان هستیم و از مراجع که ما زیربطی که ما قبلا اطلاع داشتیم همچون پلان در ماه قبل پلان شده بود، ولی در این مقطع چگونه صورت گرفت؟ چرا؟ در این مقطع به این واسطه صورت گرفت که روابط امارات اسلامی با روسیه توسعه میافه و علاقمندی های برای رشد روابط همه جانبه با دولت روسیه از طرف امارات اسلامی دیده میشه. ایالات متحده آمریکا، غرب و اروپا اینها میخواهند که تحریک طالبان و امارات اسلامی را از طریق فشار، از طریق تهدید، از طریق شانتاج زیر سوال ببرند، زیر فشار ببرند و اینها را مطیع خود بسازند. و این امر در افغانستان ناشدنی است، برای از اینکه مشخص رهبر امارات اسلامی در صحبتهایی که چند قبل داشت در جلسه علما واضح گفت که ما دشمنی خود با امریکا خاتمه نمیدیم، دشمنی ما وجود داره و ایالات متحده امریکا میخواهی وضعیت افغانستان از طریق متشنج ساختن زیر تاثیر خود نگاه داره، از طریق فشارهای تروریستی میخواهی زیر تاثیر خود قرار بده ایالات متحده امریکا. برای همه روشن است که داعشی وجود نداره، نیست، القاعده نیست، اینا همه سازمان های تروریستی نامگذاری شده ساخته و پرداخته شده به وسیله ایالات متحده آمریکا و بله. متحدین از ایالات متحده آمریکا و انگلیس، همین سازمان های تروریستی که خودش برای از این نامهای انتخاب کرده و تعیین کرده از طریق پاکستان، نه تنها در افغانستان، در دیگر نقاط جهان در منطقه اگر ضرور باشه از یا به نوعهای مختلف استفاده میکنه. و در همین مقطع زمانی که روابط تحریک طالبا و امارات اسلامی و ببخش در امارات اسلامی با روسیه در حال تعمیر شدن، ترمیم شدن، در حال ایجاد شدن است، ایالات متحده امریکا میخواه که تهدیدهای متوجه بسازه که گویا افغانستان یک کشور ناامن است. هیچ کشوری از کشورهای جهان نمیتونه رابطه نرمال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود با این کشور ایجاد کنه. بله. تسهیلاتی که در بله. روسیه در یه واقع بله. چاوش صاحب، با پوزشان چرا شما یادآور شدین میگین که یکی از اهدافش این است که نمیخوان رابطه امارات اسلامی با روسیه وسعت و گسترش پیدا کنه، در عقب حمله دستی کی بوده میتونه؟ در عقب این حمله دست مستقیم ISI میبینیم. دست مستقیم ISI به این معنی که در همین لحظه که ما شما صحبت میکنین، مناسبات ایالات متحده آمریکا و روسیه در سر روی موضوع اوکراین بسیار تیز و شدید است، روابط بسیار خراب است، تأثیرات اقتصادی و معاصره اقتصادی و فشارهای زیاد بر دولت فدراسیون روسیه از طرف غرب و ایالات متحده آمریکا وجود داره که دیده میشه این فشارها تأثیرات معکوس داشته، تأثیرات از بسیار قوی بیشتر به ایالات متحده آمریکا و غرب احساس میشه، تاثیرات منفی از اون. خب به هر صورت میخواد که فضای را ایجاد کنه بین دولت افغانستان و روسیه، یک فضای تشنج، فضای عدم اعتماد که به تعویق بیفته اینمی دید و بازدیدها، اینمی روابط. ما دیروز شنیدیم که خدمات کنسولی سفارت روسیه در کابل به حالت تعلیق در اومد. اینا هم به حقی از جمله ابعاد منفی قضیه است. چاوش صاحب، وقت همچون اهداف در عقب همچون یک حمله است، اگر به روابط روسیه و افغانستان نگاه شد و چقدر متضرر می سازد، در کنار ازی که یادآور شدین که خدمات قنسلی مسدود گردید و روسیه که یادآور شده که مشترکاً در بخش مبارزه با تروریسم افغانستان همکاری خواهد کرد، بعد از اینکه بمی حمله بر سفارت صورت گرفت و دیپلمات های روسی کشته شدند، چقدر متحد باقی خواهد ماند روی امی تعهد را که سپرده؟ ما فکر میکنم که شاید روسا در این مسائل که گفتن مسائل بسیار جدی باشند و جدی عمل کنند،
و امارات اسلامی هم در همین لحظه درک میکنه که زیر فشار است، زیر فشارهای اقتصادی قبل، زیر فشارهای تروریستی از ترور سیستم تروریسم صادر شده از خارج، زیر فشار سازمان ها و علاقات وابسته به تروریسم در داخل افغانستان که چند پیش اون یکی از شخصیت های بسیار نزدیک به امارت اسلامی در هرات و یک عمل تروریستی منفجر ساختن، ترور کردن و این هم برای امارت اسلامی دیده میشه بسیار دردناک بود. امارت اسلامی باید تصامیم جدی بگیره به این شکل نرمش و سازش با گروپ های تروریستی درون دولتی یا بیرون دولتی یا حرکاتی که نزدیکی در گذشته داشتن با اینا سازش نمیشه. اینا باید مطلق پاک و پاکسازی شه. علاقات اکستریمیزم و علاقات افرادگرای تندروای کسایی که بجز قتل افغان قتل مسلمان هدف دیگری ندارن، به خرابی اوضاع افغانستان هدف دیگری ندارن، با اینا باید تصفیه حساب صورت بگیره. چاوش سب وقت حرف از مبارزه زده میشد در 20 سال گذشته امریکا متحدینش هم به افغانستان به این بهانه آمده بودن که با تروریسم مبارزه میکنن، اما عملا نتیجه که باید مشخص میشد نیست و هنوز هم روسیه و سایر کشورها حرف از مبارزه مشترک میزنن. به نظر شما چگونه مبارزه باید صورت بگیره و جلو همچون حوادث تروریستی چگونه گرفته شود؟ ببینین وعده ها و اعمال فریبکارانه ایالات متحده آمریکا ما باید به هیچ کشور دیگه مقایسه نکنیم. غرب و متحدین از زور جهان بزی دادن و بعد از وقت به حساب موافقه سازمان ملل متحد آمریکا و غرب گرفت برای حمله به افغانستان که وقت حمله کرده بود، نیروها از در افغانستان وجود داشت، ایالات متحده آمریکا جهان فریب داد با بهانه مبارزه با تروریسم، اما تروریسم رشد داد با بانه مواد و مخابرات مخدر آماد به افغانستان، خود از تجارت هیروین و تجارت تریاک کرد با اوج خود رسان. تجارت ایالات متحده آمریکا در بست از هلمند و ولایت دیگر مواد مخدر بار میکرد و هالیوود پین میکردن، خود از یا رهبری میکردن قاچاق مواد مخدر. زمان جمهوری مواد مخدر در هلمند نیروهای آیساف و نیروهای مشترک ناتو در اونجا امنیت مزارر میگرفتن برای تجارت، یعنی فرید داد ایالات متحده. ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان آماده بود. ما هیچ مؤسسه زیربنایی بعد از 20 سال نداریم. ایالات متحده آمریکا فساد در افغانستان رشد داد، فساد اخلاقی رشد داد، فساد اداری رشد داد. در زمان حکومت های دست نشانده ایالات متحده آمریکا افغانستان در سطح در صدر لیست کشورهای مفسد جهان قرار داشت. این هم دستاورده ایالات متحده آمریکا بود. بعد از بیرون شدن از 20 سال از افغانستان دیدیم چی وحشت در کابل بود، در میدان هوایی، در تمام افغانستان. خود امریکایی ها فقر و گرسنگی و بدبختی تبلیغ کردند، مردم به وحشت انداختند، سرمایه پشتوان های بانکی و کمک های جامعه جهانی، کمک های مؤسسات خیریه جهان اینا مسدود ساختند و اینا خود از باعث همین بدبختی ها رشد فساد در افغانستان شدند. فعلا مبارزه باید چی گونه شود و مشخصا روسیه چی کرده میتونه؟ ببینیم کشورهای روسیه، هند، چین و کشورهای همسایه افغانستانی کشورهایی هستند که در طول 43 سال اخیر از ناامنی های افغانستان یا متضرر هستند. ادامه جنگ در افغانستان، ادامه ناامنی در افغانستان، انفجارها در افغانستان، این همیشه نه تنها با تشویش داره بلکه احساس ناامنی در جوار دیوارهای خانه خود میکنن، در جوار سرحدات خود میکنن. اینها هم تشویش های دارن، متضرر هستند. زمانی که اینها میگن مبارزه میکنن، همونطور مبارزه که ما دیدیم که روس ها چیگونه با داعش در سوریه و عراق مبارزه کرد، ما دیدیم که ایالات متحده آمریکا 10 سال پلان کرده بود که با داعش بودجه گرفته بود از صنایع آمریکا که 10 سال باید جنگ کنه در عراق و شام. این بودجه به خاطر اختلاس بود، به خاطر دزدی بود، ولی روسیه در ظرف 1.5 سال نسل داعش را از عراق و شام گم کرد، دولت ثبوت دار از بین برد، دولت بشار اسد امروز می‌بینیم پابرجا است و مستحکم میشه و یعنی این کشورها مبارزه میکنن. در از زمان آقای کرزی روسا توانستن 5 مرکز بزرگ مواد مخدر در افغانستان با هماهنگی دولت وقت اینا نابود بسازن. یعنی اگر اینا وعده میکنن
اینها میبینیم که در وعده‌های وعده‌های خود عمل هم میکنن. ما این نیست که در این کشور زندگی میکنیم بعد از پشتیبانی کنیم. ما نقاط ضعف از یارم میگیم، خلاهای را میگیم. مثلا دولت چین هم همچنین میخواهد که در این مسائل امنیت افغانستان، مسائل رشد تکنولوژی و اقتصادی کشورهای همسایه هند، همچنین کشورهای آسیای میانه، مسائل ترانزیت مطرح است. اینا هم در شرایط فعلی زمینی رشد افغانستان مساعده، زمینی کنده شدن سینه افغانستان از خاک مطرح است، ولی دشمنای افغانستان این فرصت نمیدن به مردم افغانستان. این فرصت لحظه به لحظه میگیرن و شرایط خرابتر میسازن. چاوش صاحب، حمله بر سفارت روسیه و کشته شدن دیپلماتان روسیه در پایتخت کابل واکنش های جهانی را برانگیخته. مد شروع برنامه یادآور شدم یونما، خود امریکا، عربستان سعودی، چین، قطر و یک سلسله از کشورهای دیگه این حمله را نکوهش کردند. نتیجه چی خواهد بود؟ راه حل فقط نکوهش کردن است یا مبارزه مشترک باید صورت بگیره؟ آنچه را که شما گفتین که اگر روسیه میگه به او عمل میکنه. ما دیدیم که در طول 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان حملات تروریستی و جنایاتی که صورت گرفت، چه حملاتی که از طریق اشتباهی که از طرف آمریکا صورت گرفت یا حملاتی از طرف مخالفین از جا صورت میگرفت، داعش انفجارات میداد، این کارهای میکرد، اینا همیشه تاسف خود ابراز میکردن. این خود یک امر معمول است در سطح جهان، ولی عملا نی یونما، نی سازمان ملل متحد، نه ایالات متحده آمریکا و غرب از نقض فاحش حقوق بشر که از طریق نیروهای متجاوز، نیروهای مسلح ناتو و غرب در افغانستان صورت میگیریم، نه هیچ کدام محاکمه کردن، نه مجازات کردن، نه اقدامات کردن. پس این کشورهایی که اشک تمساح میریزند و خوش هستند از همچون کشته شدن انسانها، ما باور نمیکنیم به حرفهای از یاد. اشک تمساح ریختن فایده نداره. اینا باید در طول 20 سال باید فرصت ها را دست نمیدادن، مبارزه میکردن، باید یک سیستم درست نظام اجتماعی منظم در اونجا ایجاد میشد، سیستم دولتداری خوب در اونجا ایجاد میشد. ما بجز از فساد، دزدی، رشوت، اختلاس و حکومت چند نفر، چند فیگور معدود و دست به دست شدن چوکی ما چیز دیگه شاهد نبودیم. امریکا تازه بله چاوش صاحب، امریکا تازه باز یادآور شده که باید به زودترین فرصت جلو همچون عملات گرفته شود و خاتمه پیدا کنه. امریکا میخواد زیر از این بهانه باز مداخله کنه با پوزش. امریکا همین لحظه تیارات بی پیلوت از بدون مجوز سازمان ملل متحد، بدون مجوز شورای امنیت ملل متحد در حریم مقدس افغانستان به خاک افغانستان تجاوز میکنه و زمینی تجاوز برای دیگه کشورهای جان خود ایالات متحده آمریکا مساعد میسازه. با پوزش وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. به هم ستړی مشه د مهرق خپرونه پاتې برخه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. چاوش صاحب، اسلامي امارت د برید په تړاو د پلټنو د پایل نه خبر ورکوي. څه ډول پلټنې باید وشي؟ ځکه نور بریدونه هم ترسره شوي، همیشه یادونه شوي چې په دې تړاو پلټنه کېږي، خو متاسفانه د جزئیات او د پایلې په اړه بیا هیڅ معلومات نه تر سترګو کېږي. خب همونطور که ما به جریان هستم، اجازه بدین اصل امی ابتدای از این موضوع عمل تروریستی و پلان از این خدمت شما عرض کنم که سفارت روسیه و وزارت خارجه روسیه از 8 ماه قبل به جریان قرار داشت که سفارت از یا مورد تهدید است و پلان یک حمله تروریستی از طرف داعش در پاکستان ریخته شده. در 2 ماه اول، یعنی بعد از 2 ماه امارت حکومت امارت اسلامی، بعد از 2 ماه گروپ های داعشی که در جنب زیر نام طالب وجود داشتند، چندین دفعه کوشش کردند تا امنیت سفارت از یک گروه به گروه دیگه، به گروپ های ازیاد تسلیم داده شه و اینا امنیت سفارت به زیر نام امنیت در اطراف سفارت جا به جا شد. بله چاوش صاحب، چرا اسلامی؟ بله چاوش صاحب، چرا جلوش گرفته نشد و فعلا تحقیقات چگونه باید صورت بگیره؟ بله من به اینجا می آمدم به این نقطه. از این عمل تا جایی که دیده میشه با این مقابله صورت گرفت.
اگر یا با خبر نمی بودن تلفات در داخل سفارت صورت می گرفت، ولی حمله در بیرون سفارت، در مقابل دروازه سفارت، در بین محصلین و در روز جایی که دو نفر دیپلمات، یک دیپلمات و یک نفر امنیتی سفارت بود، در اونجا صورت گرفت. اگر اینها با خبر نمی بودن، این یک پلان بود که این حمله تروریستی در داخل سفارت صورت بگیره و خسارات زیادی به سفارت و کارمندان سفارت برسه. یعنی تا جای جلوگیری شده، مردم با خون خود و همچنین ما تا جایی که ما به جریان هستم، دو نفر از سربازای طالبان شهید شده، اضافتر از 20 نفر زخمی از معسلین و تعداد زیادی کشته وجود داره، که به هر صورت جلوگیری از فعالیت های تروریستی و از اعمال تروریستی در کشورها بسیار مشکل است. این همچون عملات در کشورهای مختلف متمدن جهان هم میتونه صورت بگیره. به این نسبت یک مقدار مشکلات در این کار وجود داشته. این حال بیایی سر مسائل تحقیق. تحقیقات باید اطلاعات ابتدایی و اولی قبلی سیگنال های که اینا به دست آوردن، چی جانب روسی، استخبارات روسی، چی استخبارات طالبا یا مراجع امنیتی طالبا که به جریان بودن، اینا رو باید هماهنگ بسازن، تعقیب کنن و ایر اطلاعات بعدی که در این رابطه بعد از انفجار هم صورت گرفته، تحقیقات در مورد مواد انفجاری، محل ساخت از اینا، همه کمک میکنه مامورین تحقیق برای رسیدن به هدف و پیدا کردن مجرمین و ریشه های از اون. تا جایی که من جریان هستم، همین لحظه اضافتر از 200 مظنون در ولایت هرات به اعمال بمی دست داشتن با داعش بله. و اعمال تروریستی و وابسته به علاقات سلفی تعقیب هستن. بله با پوزش، چون وقت برنامه به پایان رسیده، فقط خیلی کوتاه با در نظر داشت تجربه امنیتی تان، مشوره تان چی امارت اسلامی دم چون شرایط چی کنه و مردم چقدر میتونه همکار باشه، خیلی کوتاه برمی اشاره کنین. فقط میر بگم به امارت اسلامی هم بشنوان که بدون از همکاری مردم، بدون از کمک خواستن از ببخشید متخصصین ورزیده که سابق در این رابطه تحصیل کردن، تخصص دارن، نه او تعداد کسایی که در دروازه یک وزارت امنیت ملی از الف تا یا از پیاده تا جنرال از هم از یک ولسوالی بودن، نه، متخصصینی که کیفیت ملی دارن، کرکتر ملی دارن، خاصیت دفاع از وطن دارن، از جا کار بگیرن، استفاده شه، هم در جریان تحقیق، هم در جریان کشف جرایم جلوگیری میشه و یه عمال محدود میسازه. ممنونه چند. شما سلامت باشین، یک دنیا سپاس. ډیر زیات مننه د افغانستان د منځنی کرښې د ستر ملي خوځښت ګوند مشر ښاغلي یحیی چابشنه، تاسو نه مننه. د خبرونه همدومره و ښه وخت ولرئ. له لیدلو مو مننه.